با درود گرم خدمت شما شنوندگان و بینندگان این برنامه و درود گرم به مهمانان ما خانم پروانه قاسمی و آقایان بیژن فتحی و جابر کلیبی. من به هر سه شما عزیزان خوش آمد میگم. امروز نگاهی خواهیم داشت به وضعیت معلمان، حرکت اعتراضی معلمان و همچنین کانون معلمان در تبعید. من اگه اجازه بدید بحث رو با آقای بیژن فتحی شروع بکنم. آقای فتحی سلام دارم به شما. اگر امکان داره راجع به گذشته، تاریخ مبارزه معلمان و به هر حال یک اطلاعات مختصری در رابطه با وضعیت کانون ما بدین ممنون میشم. بفرمایید. منم عرض درود دارم خدمت شما و مهمانان برنامه و امیدوارم که بتونیم در این برنامه خلاصه از وضعیت مبارزاتی معلمان و برنامه کانون معلمان در تبعید رو خدمت شما و بینندگان عزیزتون ارائه بدیم. من در قسمتی که میخوام صحبت کنم در رابطه با اینکه چرا ما این کانون رو تشکیل دادیم در خارج از کشور و ما سه نفر که اینجا هستیم در خدمت شما و بینندگان عزیزتون، ما جمعی از اعضای این کانون هستیم که در خدمت شما هستیم. معلمای ما خب همینطور که میدونید در بعد از انقلاب فراز و نشیب‌های جنبششون داشت، حرکت‌هایی داشتن حوال انقلاب که به صورت وسیع پاکسازی شدن. یه عده که برای اولین بار ما در این جنبش معلمان در استان کردستان شهر سرندج می‌بینیم که اونها میان و با پلاکارد‌های اعلام وجود و اعلام موضع می‌کنن و جنبش معلمان پشتیبانی می‌کنن. من از بعد از انقلاب در این صحبت می‌کنم که وضعیت جنبش معلمان چگونه بود و تقریبا تاریخچه مختصری از اون رو خدمتتون عرض می‌کنم. اون قسمت هایی که خود من در اون حضور داشتم، اون در زمانی که روز 12 اردیبهشت با کشته شدن دکتر خان علی روز معلم انتخاب شده بود در زمان رژیم گذشته، اون قسمت امیدواریم که در یک برنامه دیگه به اون بپردازیم. اولین باری که معلمان بعد از انقلاب و بعد از پایان جنگ، اگر خاطرتون باشه میدونید که در زمان جنگ اوضاع احوال طوری بود که نه اضافه حقوقی بود از نظر مالی، هر کس درخواستی داشت بلافاصله به همه میگفتن که الان جنگ، وضعیت خوب نیست، ما داریم نفت 5 دلار میفروشیم فلان و اینا، و به تمام کارمندان دولت از نظر حقوقی تقریبا تو همون وضعیتی بودن که در سال 57 بودن، یعنی همون حقوقی که زمان که رژیم گذشته مشخص کرده بود از همون استفاده میکردن. تا بعد از پایان جنگ و پذیرش قطعنامه توسط جمهوری اسلامی، به اصطلاح دولت سازندگی آقای هاشمی اومد سر کار و قرار شد که به هر حال اوضاع احوال رو بهتر بکنن. آقای هاشمی هم که اومد سر کار، وضعیتی که داشتن معلم ها دیدن به بقیه جاها، مثلا به نیروهای رزمی و انتظامی مقدار رسیدگی شد، به کارکنان وزارت نفت رسیدگی خیلی خوبی شد اون موقع، اما بقیه سازمان ها و وزارت خونه ها چیزی آیدشون نشد و وضعیت همونطور بود. به گونه ای که یکی از معلمان در سال 1370 در شهرستان یزد برای تهیه جهیزیه دخترش یکی از کلیه هاش رو میفروشه. وقتی که کلیهش رو میفروشه بدنش دیگه نمیکشه و این شخص متاسفانه، این معلم، فوت میکنه. وقتی که فوت کرد، معلمان خب یک سر صدایی در بین معلمان شد که چرا اوضاع احوال اینطوره، و اونجا که ما با دوستانی که در اصفهان داشتیم صحبت کردیم، با یکی از دوستان در تهران تماس گرفته شد و قرار شد که یک اعتصاب سراسری رو اندازی بشه. اون موقع هنوز کانون صنفی و یا هیچ تجمع و تشکلی به وجود نیامده بود. بعد این اعتصاب از 5 آذر 1370 کلید خورد در استان اصفهان. یه تعدادی از مدارس
و در استان یزد و در استان تهران و یه مقدار و یک دو شهر هم در جنوب. حضور خود من در اصفهان اداره کل مثل همین برنامه که الان بود اونجا حضور داشتیم و شاهد بودم که نیروی انتظامی اومد اونجا و خیلی بد برخورد کرد. یعنی اومدن اون ماشینای بزرگ ارتشی رو آوردن، معلم ها رو همین جوری به صف کردن، مثل اسیران جنگی ریختن داخل اون ماشینا و بردن و میخواستن که حتی کتک بزنن. بعد گفتن که دیگه حق ندارید جمع بشید و از اینجور صحبت ها. چون اون موقع این جریان فراگیر نشده بود، مثل جنبش اخیر تعداد کسیری از معلم ها بیرون نیومده بودن. بعد خب قول دادن که شما خواسته هاتون رو بنویسید، مدیر کل اومدن صحبت کردن، اینها رو به ما بگین و ما پیگیری میکنیم و از اینجور صحبت ها. به هر حال ما هم پلاکاردی تهیه شده بود، خواسته ها نوشته شده بود که حقوق کمه اینطور فلانه و داده شد. بعد از اون آقای هاشمی، وقتی که هاشمی رفسنجانی ریاست جمهوری رو به عهده گرفت و آقای دکتر نجفی رو وزیر آموزش پرورش مشخص کردن که الان همین مجلسی که فعلا حاضره که بهشون رأی نداد که بخواد وزیر آموزش پرورش بشه، ایشون اومدن و قول دادن که به هر حال یه اضافه حقوقی دادن و قول دادن که سالی 20% به حقوقها اضافه کنن تا اینکه یک تعادلی و به وجود بیاد بین حقوقی که معلمان میگیرن و بقیه کارکنان دولت، که البته این همون نسخه پیچیده شده بانک جهانی بود که بعد از اینکه با شکست روبرو شد، این هم دوباره اوضاع احوالش همینطور در هوا معلق موند و متاسفانه معلمان باز هم نسبت به بقیه کارکنان دولت از نظر دریافت حقوق باز هم خیلی تفاوت فاحش بود. تا اینکه در سال 78 که به اصطلاح در دوره اصلاحات بود و بحث شده بود که الان دیگه اوضاع احوال اگر آقای خاتمی بیاد باز بهتر میشه فلان میشه، خب همونطور که میدونید همیشه وقتی که تاریخ جمهوری اسلامی رو بررسی میکنیم، شرایط رو همیشه به گونه ای برای مردم به وجود میاره که بین بد و بدتر گیر بکنن و بعد بیان بگن این خب بهتره. آقای خاتمی انتخاب شد و بعد کانون معلمان خیلی فشار آورده بودن و درخواست داشتن که حداقل یک تشکلی به وجود بیاد. در سال 78 تشکل کانون صنفی معلمان به وجود اومد، تشکیل شد، قرار شد در تهران تشکیل شد، در اصفهان تشکیل شد، در شیراز و یکی دو تا استان دیگه. بعد یک دفعه وزارت اطلاعات به این نتیجه رسید که اگر معلم ها بتونن این کار را انجام بدن، احساس خطر کردن. اما کانون صنفی معلمان تهران به گونه‌ای بود که میتونست، در اساسنامه‌اش بود که در همه شهرها میتونست که این رو شعبه بزن. وقتی که تشکل‌های صنفی شروع به کار کردن، صحبت کردن، شورای هماهنگی تشکیل دادن، باز هم همین صحبت‌هایی که در همین جنبش اخیر میبینیم اتفاق افتاد. یعنی بنویسید، نامه بدید، صحبت میکنیم، اضافه میشه، کم میشه. دوباره معلم ها رو بازی دادن تا زمانی که احمدی نژاد اومد روی کار. وقتی که احمدی نژاد اومد روی کار، البته تا اون دوران اعضای کانون صنفی، کسایی که عضو کانون صنفی بودن، از در حقوق ماهیانشان مبلغی کسب میشد به حساب کانون صنفی واریز میشد، کانون صنفی داشت فعالیت میکرد، سعی میکرد تو شهرهایی که کانون نیست کانون تشکیل بدن و از طرف مثلا هیئت مدیره اصفهان میومد در شهرهای اصفهان و تهران هم همینطور. احمدی نژاد که اومد و اوضاع احوال رو تو دست گرفت، به کانونهای صنفی تو یک سال اول یه مقدار باشون صحبت کرد، ما جا در اختیارتون میذاریم، فلان میکنیم، از اینجور صحبت ها. بعد یک دفعه وقتی که خوب کامل اوضاع احوال دستش اومد، کانونای صنفی رو تقریبا منحل کرد. یعنی اومد اعلام کرد که دیگه پول حساب‌ها رو بستن، اجازه ندادن کانون از این پول‌ها استفاده بکنه و به شدت سخت گرفتن کار رو و اجازه ندادن که معلم‌ها فعالیت بکنن. در سال 85 دوباره اعتصاب شد،
یه اعتصاب که خیلی فراگیرتر از اعتصابای قبلی بود، اما باز هم دوباره همین وضعیت پیش اومد که بنویسید تومار، بنویسید بیاید سکوت با راهپیمایی سکوت باشه، بگید که چی میخواید، ما بررسی میکنیم، میبریم مجلس، اجازه بدید، الان بودجه نیست یا الان بودجه رو نوشتن، ما سال دیگه در بودجه پیش بینی میکنیم، از اینجور صحبت ها. و بعد هم که اون جریان 88 به وجود اومد و فعالین صنفی فرهنگیان رو که اونا رو هم گرفتن، مثل آقای بوداقی و بقیه معلم هایی که بودن، خود آقای هاشم خواستار، اینا رو بردن و اون عکساشون رو ما میبینیم که اینا رو وقتی که در زندان هم بیمار بودن، اینها رو بیمارستان که میبردن با دستبند به تخت بیمارستان میبستن. یعنی نهایت بیادبی، بیحرمتی رو نسبت به جامعه معلمان و معلمان از طرف رژیم اسلامی و کارگزارانش به وجود اومد. تا البته در فاصله بین سال 70 تا 85 مرتب بحث بود، صحبت بود، با نمایندگان مجلس صحبت می شد، معلمان گروه های جداگانه تشکیل داده بودند. همیشه هم بحث این بود که الان بودجه نیست، اگر بودجه بیاد ما حتما به اولین قشری که می رسیم معلم ها هستن، اینا کم هستن و از اینجور صحبت ها. اما به راحتی هر وقت می خواستن متاسفانه معلم ها رو می گرفتن، زندان می کردن و یه وضعیتی رو به وجود می آرن. یعنی مثلا در سال 85 وقتی که قرار بود معلم ها اعتصاب بکنن، یک شب رفتن و هیئت مدیره کانون صنفی اصفهان رو به کلی بردن زندان. یعنی یک نفرشون رو نگذاشتن بیرون باشه که چقدر تلاش شد که اینا رو بیارن بیرون به جرم همین حرفای واهی که زده میشه، اقدام علیه امنیت ملی، ارتباط با بیگانگان، این چیزهایی که متاسفانه رژیم های دیکتاتور همیشه برای حفظ خودشون از این استفاده میکنن. بعد از اینکه من بازنشست شدم و مجبور شدم از کشور خارج بشم، تو این فکر بودیم که با دوستانی که اینجا هستن صحبت بکنیم و نقطه ضعف اساسی که ما میدیدیم این بود که رژیم اسلامی هر وقت کار به جایی میرسید که دیگه نمیتونست سد بکنه جلوی اون حرکت اجتماعی که به وجود اومده بود، میومد و این مسئول اون سران اون جریان رو، مثل همین جنبش اخیر که دیدین آقای عبدی رو مجبور به استعفا از دبیر کلی شد، فشار بهش آوردن، یا آقای بوداقی رو به سلول انفرادی بردن، می اومدن و این سران رو می گرفتن، ارتباطات رو قطع می کردن و اجازه نمی دادن که معلم ها با هم ارتباط پیدا بکنن. ما در خارج از کشور به این نتیجه رسیدیم با دوستان که صحبت می کردیم، با جمعیت دوستان، که کانون معلمان در تبعید رو تشکیل بدیم، که کار این کانون حمایت از معلمان داخل کشور باشه. یعنی اینکه معلمان وقتی که کار خودشون رو انجام میدن، حرکت خودشون رو انجام میدن، پیش میرن، اگر جایی احتیاج پیدا کردن که ما از اونها پشتیبانی بکنیم، ما وارد عمل میشیم. جایی احتیاج بود روشنگری بکنیم، جایی که ببخشید من اینجا صحبتتون رو قطع کنم، وقتی میگی پشتیبانی، منظورتون چه نوع پشتیبانی رو شما میتونید از این حرکتان داشته باشید؟ پشتیبانی مثلا همون حرفای اونا رو، خواسته های اونها رو، اون چیزی که اونا میخوان، ما صدای اونها باشیم. یعنی پشتیبانی که میگیم اینه، من خدمتتون عرض میکنم، ما هم اینجا این کانونی که هستیم، کانون معلمان در تبعید، این کانون مستقله، یک عده معلم هستن که یا مثل من اونجا بازنشست شدن اومدن بیرون، یا اینکه دوستانی هستن که به خاطر فعالیت‌های صنفی و سیاسیشون مجبور به ترک ایران شده بودند و خارج از ایران به سر می‌برن. پشتیبانی که ما می‌کنیم، گفتم به علت اینکه ما هم وابسته به سازمان، حزب، گروه و یا کشوری نیستیم، در نتیجه از نظر مالی در مضیقه هستیم، یعنی چیزی نداریم. ما بر اساس همون توان خودمون داریم کار می‌کنیم. می‌دونید که الان کسایی که وابسته به کشورهای خارج هستن میان اینجا میز میگیرن، میز
میز حقوق بشر، میز فلان، میز نمیدونم جایزه فلان، از این چیزا بهشون میدن و یا خود جمهوری اسلامی براشون اینجا یک دفتر دستکی درست میکنه به عنوان فعالیت‌های حقوق بشری که دولت‌هایی که اینها تبعید هست، دولت‌هایی که اینا به اونجا اعزام شدن بتونن براشون مشکل ایجاد نکنن و اونا بتونن کار کنن. ما به همین دلیل، به همین دلیل که معلم هستیم و جنس معلمان هستیم، میخواییم صدای اونا باشیم، چون میدونیم در یک بره، در یک مقطعی رژیم تصمیم میگیره که صدای اینا رو قطع کنه و اینا هیچ فریادرسی ندارن. هر کس هم بخواد صدای اونا باشه، بلا فاصله اعلام میکنن که اینا وابسته به بیگانگانن، نمیدونم بی بی سی از اینا حمایت کرده، صدای آمریکا حمایت کرده، فلان تلویزیون حمایت کرده. ما آدم های شناخته شده هستیم که میشناسن ما رو و ما صدای معلم ها، معلم های درون ایران میشیم، یعنی بدون هیچ گونه وابستگی. اونها وابسته به ما نیستن، ما هم وابسته به اونها نیستیم. ما ارتباط، این که ما وقتی که ما کانون رو تشکیل دادیم به کانون صنفی، ما کانون در تبعید رو تشکیل دادیم به کانون صنفی معلمان فشار آورده بودن که آیا این قسمت برون مرزی شماست؟ نه، ما قسمت برون مرزی کانون صنفی معلمان ایران نیستیم. همونطور که گفتم، باز هم تاکید میکنم که ما جمعی از معلمانی هستیم که درد معلمان درون ایران رو چشیدیم، با تک تک سلول هامون لمس کردیم و الان میخوایم که صدای اون باشیم و میدونیم که ترفندهایی که رژیم به کار میبره برای که حرکت اونها رو خونسا کنه، سد کنه، نگذاره اونا پیش برن، به همین دلیل ما سعی میکنیم که اون راههایی که جل، اون سدهایی که جلو اونها هست و ما قبلا تجربه کردیم و عمرمون رو اونجا متاسفانه هدر دادیم به وعده های دروغینی که سران جمهوری اسلامی و رژیم جمهوری اسلامی به ما دادن، این رو دیگه تکرار نکنن. یاد ضرب المثلی میفتم که میگه جوان بودم رسیدم به یه سر کوچه، خواستم برم تو کوچه، بعد یک پیرمردی از کوچه میومد بیرون، به من گفت نرو تو، بنبسته، و من گوش ندادم، رفتم تو. وقتی که برگشتم دیدم دیگه پیر شدم. بله، بسیار عالی، متشکر از توضیحاتتون و در اون مسئله جالبی هم بود. آقای جابر کلیبی، سلام دارم به شما و ممنون به خاطر وقتتون. اجازه بدید این بحث آقای بیژن فتحی رو ما به یک مسیر دیگه ای ببریم، یه مقدار دید شاید تحلیل واقعی‌تری روش بگذاریم، ببینیم از دید شما. من اگر یک نگاهی رو خودم، حالا تجربه شخصیمو وقتی نگاه میکنم، وقتی که انقلاب 57 صورت گرفت، تسویه معلم ها در دستور کار قرار گرفت و خیلی ها رو تسویه کردن به اتهامات مختلف و ناروا، و بعد هم توضیحات کامل رو بیژن عزیز مطرح کردن، ما مسئله صنفی رو داریم میبینیم و خواستهای صنفی رو داریم میبینیم و عملا هم تاریخ نشون داده که این خواسته ها واقعا به جای نمیرسه. توی صحبت ها بیژن عزیز گفتن که ما وابسته به سازمان و گروهی هم نیستیم. خب درست، ولی من نمیدونم آیا این درمان کار میتونه باشه یا نه. الان بحث بر اینه که خب بعد چی؟ یعنی تا چه حد قرار این خواستهای صنفی پیش بره و اصولا آیا تاکید گذاشتن بر روی خواستهای صنفی در حکومتی مثل ایران میتونه کارآمد باشه یا نه؟ این سوال من هست، ولی اگر پیرامون صحبت های بیژن هم شما حرفی دارین، به صحبتی هست یا به هر حال نکته‌ای هست بفرمایید. سلام به شما و دوستانی که در بحث هستن و به این ترتیب تمام شنوندگان و بینندگان عزیز، سپاس از این که از من دعوت کردین که در بحث شرکت بکنم. به نظر من مسئله معلمان در شرایط کنونی یکی از معضلات اساسی جامعه ما هست. همونطوری که بیژن اشاره کردن، در واقع از نظر تاریخی بخش لایتجزای جنبش اجتماعی ما برای آزادی و دموکراسی و کسب حقوق اجتماعی جنبش معلمان هست، در کنار جنبش طبقه کارگر که به هر حال از نظر خدمت تاریخی
در واقع قدیمی‌تر، عمیق‌تر و طبعاً طبقاتی‌تر هست. در مورد مسئله اینکه این صنفی‌گرایی که ازش صحبت میشه اصولا تا چه حد با واقعیت تطابق داره، میدونیم که اصولا در مبارزات اجتماعی جدایی مسائل صنفی، مسائل اقتصادی، مسائل مربوط به این قشر یا اون قشر از نظر اصولی نادرسته، برای اینکه هر مبارزه اجتماعی که در جامعه انجام میگیره از اونجا که جامعه سیاسی هست و از اونجا که در مقابل یک نظام سیاسی هم قرار میگیره، بنابراین هر مبارزه صنفی در مضمون خود یک مبارزه سیاسی است. زمانی که شعارهای معین این قشر یا این طبقه تبدیل به یک مسئله عام اجتماعی میشه، طبعا این مسئله سیاسی است و راه حل سیاسی فقط خواهد داشت. بنابراین این مسئله صنفی که در ایران گفته میشه، شما نگاه بکنید به خود واقعیت ها و آنچه که معلمان ایران در همین جنبش اخیر مطرح کردن، در واقع چارچوب صنفی رو شکسته. شما شعارهایی رو که اینها میدن، آزادی زندانی سیاسی، آزادی زندانی معلمان زندانی که به دلایل سیاسی در واقع اینها به زندان افتادن، شکنجه شدن، به دلیل مبارزات اجتماعی در واقع دچار این وضعیت شدن، و خواستهای دیگری که در تغییر بنیادی خود این جامعه، کسب حقوق اجتماعی و بسیاری مسائل دیگری که معلمان مطرح کردن، عدم اعتماد نسبت به جناح‌های مختلف حاکمیت که در شعارهای مشخص جنبش اخیر معلمان داده شد، همین رو نشون میده که جنبش سیاسیه. منتها طبعا در شرایط دیکتاتوری و خفقان حاکم بر ایران که با هر گونه حرکت اجتماعی اصولا در تناقض کامل قرار میگیره و اون رو به عنوان یک عنصر در نابودی خودش احساس میکنه، این است که برای خروج از این وضعیت این شعار رو معلمان میدن. ولی در عمل دو مسئله است، در واقع تفاوت بین جنبش عملی و واقعی معلمان با اونچه که تحت عنوان مسائل رسمی عنوان میشه تفاوت بسیار زیادی هست. مثلا همین جنبش اخیر معلمان از طرف مقامات رسمی اتحادیه یا همین صنف، در واقع قانون صنفی، تحت عنوان سکوت، در واقع اعتراض سکوت معلمان عنوان شد، در حالی که در هیچ کجای ایران با این وسعتی که جنبش معلمان در واقع جریان یافت هیچ کجا سکوت نکردند. در تمام مراحل با صدای بلند مسائلشون رو مطرح کردند و بعد ابتکار بسیار جالبی که زدن در اونجا، چون گویا میکروفون رو از اینها گرفته بودن، بنابراین همه با هم دیگه صدا رو، شعار رو، قطعنامه رو، مسائلی رو که مطرح میکردن، مسائلی رو که جمع‌بندی کرده بودن رو همه با صدای بلند میخوندن. بنابراین تمام اینا نشون میده که اصولا صحبت از صنفی بودن این مسئله در یک چارچوب و در یک جامعه‌ای که سیاسی هست تقریبا میشه گفت که با واقعیت جور در نمیاد. همه چیز در ایران سیاسیه. بنابراین مسئله ما که دفاع میکنیم از مسائل، از درخواست های جنبش در واقع معلمان، ما به عنوان انسانهای سیاسی این دفاع رو میکنیم. یعنی ما بر این اعتقاد هستیم که در ادامه بحثایی که بیژن کرد، ما کوشش میکنیم که صدای کارگر رو به افکار عمومی جهان، به سندیکاها، به مجامع، به تمام گروه های اجتماعی و سیاسی جهان برسانیم و از این طریق برای جنبش معلمان ایران از جمله و برای کل جنبش های اجتماعی در ایران، ما خودمون رو در واقع در این حال که با عنوان کانون معلمان حرکت میکنیم، ولی خودمون رو فقط بسنده به این که از این فقط معلمان دفاع بکنیم، ما از تمام اقشار اجتماعی که در مبارزه علیه جمهوری اسلامی قرار میگیرن، به طور مشخص کارگران، دانشجویان، پرستاران، همه اینها در کنار معلمان دفاع میکنیم، برای که معتقدیم که مسئله معلمان جدا از اقشار دیگر اجتماعی نیست. یعنی اگر مسئله امروز معلمان در واقع پاسخ منفی بهش داده میشه و سرکوب میشه این جنبش، برای اینکه بقیه اقشار اجتماعی هم سرکوب میشن، برای اینکه در واقع کارگر سرکوب میشه، برای اینکه هر گونه حرکت اجتماعی در جامعه، یعنی در واقع ما با همه یک مجموعه امروز حرکت اجتماعی رو میبینیم، و بنابراین در این چارچوب هست که از جنبش معلمان
با عنوان یکی از جنبش‌های اساسی جامعه ما دفاع می‌کنیم، کوشش می‌کنیم در اخبار عمومی جهان برای اون پایه دفاعی ایجاد بکنیم. و تجربیات زیادی هم در مبارزات اجتماعی هست که نشون میده چگونه افکار عمومی جهان میتواند پایه محکمی برای رشد و تکامل و پیروزی جنبش‌های اجتماعی در کشورهای مختلف باشه. این است که با این دید است که مسائل رو می‌بینیم. بنابراین مسئله صنفی که مطرح میشه در ایران در واقع رنگ سیاسی، محتوای سیاسی داره اصولا، و شما هر کجا شروع که بگیرین بالاخره سرانجامش سیاسته. مسئله صنفی رو از سیاست، از سیاسی جدا کردن به نظر من نادرسته. زمانی که میگیم صنفی یعنی متعلق به این صنف اجتماعی است، ولی این صنف اجتماعی خودش یک المان و یک عنصر سیاسی در مجموعه یک جامعه سیاسی است. از دولتی ما اینها تقاضا، این معلمان تقاضا دارن که این دولت سیاسیه. در واقع آنچه هم که اینها تقاضا میکنن سیاسیه، در واقع بیان آنچه را که اینها میکنن تحت عنوان منافع خودشون بیانش سیاسیه. در واقع این که ما میگیم سیاست، حالا گفتم چون مسئله شاید هم معلمان در ایران آگاهانه این کار کرده باشن که تحت عنوان غیر سیاسی بودن، منظورشون این است که با هیچ کدوم از جناح‌های سیاسی داخل رژیم در واقع ارتباطی ندارن، مستقل هستن، مستقل از جنبه سیاسی داخل هستن. شاید به این ترتیب باشه، ولی میدونین که در شرایط خفقان و تروری که در ایران انجام میگیره، بسیاری از مسائل جایگاه خودشون نداره، بسیاری از مسائل مخدوش شده، بسیاری از مسائل نیمه تمام گفته میشه، بسیاری از مسائل به نحو دیگری بیان میشه. این است که اینها مسائلی است که در جامعه خفقان زده همواره وجود داره. بنابراین آنچه که امروز بر در دستور کار ما هست، دفاع از جنبش معلمان، از خواستهای جنبش معلمان است. آن خواستهایی که اینها دارن خواستهای به حقی هست که جامعه نظام کنونی به نظر قادر نیست به اینها پاسخ بده و نمیخواد به اینها پاسخ بده. جوابش دستگیریه، جوابش زندانه، جوابش سرکوبه، جوابش در واقع تعطیل کردن بسیار از ارگانهای اجتماعی همونطور که دیدیم. بنابراین ما کوشش میکنیم که وسیله ای باشیم برای اینکه صدای معلمان رو به گوش مردم خارج، مردم مترقی خارج از ایران برسانیم، برای اونها پشتوانه ایجاد کنیم و ضمناً عاملی باشیم در ایجاد اتحاد میان نیروهای اساسی جامعه ایران، کارگران، معلمان، زحمتکشان، برای زحمتکشان، پرستاران، جنبش دانشی و بقیه. چون اصولاً بدون اینکه این اتحاد انجام بگیره، پایه‌های اساسی حرکت اجتماعی هر قشری این اتحاده. بدون این اتحاد هیچ قشری قادر نخواهد بود به منافع خودش برسه. بنابراین منافع طبقه کارگر از منافع معلمان جدا نیست، منافع معلمان از منافع پرستاران جدا نیست، و همه اینها در یه مجموعه دموکراسی در جامعه ما بدون رهایی جامعه امکان پذیر نیست. بنابراین تمام این حرکت های اجتماعی رو در این راه ما میبینیم و کوشش میکنیم که اون مفهومی رو که لازم است به این جنبش ها در واقع بدیم. در افغان ما در خارج آزاد هستیم، میتونیم خیلی از حرف خودمون رو بزنیم، ولی متقن در داخل نمیتونن این کار رو بکنن، برای اینکه خفقان و تروری که بر جامعه ما حاکم هست نفس همه رو گرفته و کوشش میکنه که با ایجاد سکوت، که گفتم این سکوت در خیلی از این جنبش ها شکسته میشه و مردم، توده های زحمتکش، کارگران، معلمان، دانشجویان صدای خودشون رو رساتر میکنن و ارکان های این نظام رو در واقع به تزلزل در میارن. بنابراین پیروزی معلمان بدون پیروزی بقیه اقشار جامعه ما امکان پذیر نیست. به معنای حرکت برای رسیدن به اهداف مشخص هر قشری از جامعه ما با اقشار دیگر در ارتباط کامل هست. بدون اینها امکان این که پیروز بشه این قشر اون قشر، بدون این که منافع عمومی مردم تأمین بشه وجود نداره. بله، با نظر به توضیحاتی که شما دادید و همچنین صحبتهایی که بیژن عزیز داشتن در ابتدا، سوال من این هست که پتانسیل این کانون معلمان در تبعید تا چه حد هستش، تا چه حد میتونه این وظیفه رو به دوش بکشه که بتونه به نوعی پلی ارتباطی باشه بین
کانون معلمان در ایران در داخل و اینکه بتونه این ارتباط رو که شما اشاره کردین، به هر حال جنبش دانشجویی هست، جنبش پرستاری هست، جنبش کارگری هست، چگونه میشه اینها رو به همدیگه اتصال داد و نقش این کانون در تبعید چگونه میتونه در این راستا عمل بکنه؟ نقش در واقع کانون در تبعید این هست که خواستهای این یا اون قش این یا اون مبارزه در واقع طبقه کارگر، مبارزه معلمان، دانشجویان رو با عنوان مسائل اساسی جامعه مطرح بکنه در افکار عمومی جهان، برای اون ایجاد محملهای معینی در دفاع، چون میدونیم ما با یه رژیم سرکوبگر و خونخوار رو برسیم در ایران، بنابراین همواره جنبش‌های اجتماعی ما در تهدید قرار میگیرن از طرف این رژیم. برای اینکه جلوی این رو بگیریم باید اتحادی ایجاد بکنیم، نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج، برای دفاع از منافع توده‌های مردم. البته ما ادعا نمی‌کنیم که میتونیم همه این کارها رو بکنیم، ولی به هر حال به عنوان یک حرکتی که به نظر ما رسیده، یک سازماندهی معینی که به نظر ما رسیده، فعلا این حرکت رو میکنیم. طبعا تکامل و رشد این حرکت منوط به این است که تا چه حد بتونیم واقعا به مسائل جامعه ایران در افکار عمومی جهان بپردازیم. ما تجربه بسیار ارزنده‌ای داریم، زمان کنفدراسیون در واقع توانستیم در همون زمان که خود منم در کنفدراسیون در ایجاد و بعدم اداره کنفدراسیون نقش داشتم و فعال این جنبش دانشجویی در خارج، زمانی که تحصیل میکردم، بنابراین ما تونستیم در اون زمان از طریق ایجاد کنفدراسیون ارتباطی برقرار بکنیم بین مبارزات مردم در داخل ایران و افکار عمومی جهان، جنبش های آزادی بحث، جنبش های دانشجویی، جنبش های اجتماعی، جنبش های طبقاتی در کشورهای مختلف ایجاد بکنیم. و همین مسئله باعث شد که رژیم شاه منفرد بشه در افکار عمومی جهان و برای مردم ایران، مبارزات مردم ایران پایه و در واقع اهرم های بسیار مطمئنی برای نبرد علیه رژیم شاه ایجاد کردیم. و این در تاریخ جنبش ما در واقع کاملا مستطر هست که میشه این کار رو کرد اگر که بتونیم واقعا ارتباط معین با مسائل ایران داشته باشیم و بتونیم اون رو بیان بکنیم برای افکار عمومی. اشکالی که در کار اصولا جنبش خارج از کشور هست این است که این ارتباط معین رو نداره. یعنی برخلاف زمان کنفدراسیون که همه دانشجویان، همه اتحادیه‌های دانشجویی در مبارزات داخلی کشورهایی که در واقع اقامت داشتن شرکت داشتن و عملا بخشی از جنبش‌های ضد امپریسی، جنبش‌های طبقاتی، جنبش‌های در واقع آزادی خواهانه بودن، متأسفانه در دوران دوم این در حقیقت مهاجرت این مسئله به نهده چشمگیری به چشم نمیخوره. میبینیم که خیلی از مسائل توقع داریم از ما دفاع کنه، ولی هیچ ما در مسائل اونها شرکت نمی کنیم، در حالی که برای اینکه بشه اون پیوند رو بین جنبش داخل و خارج ایجاد کرد، باید در زمینه در واقع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و فاکتی در حرکت کرد و شرکت کرد در مبارزات اجتماعی. چون امروز به نظر من اصولا مسائل مبارزه طبقاتی جهانی هست، مرز و محدوده کشوری نمیشناسه، همه جا مبارزه طبقاتی، بنابراین باید شرکت کرد و این هست که میتونه کمک بکنه به دفاع محکم، اصولی و مستمر از جنبش داخل ایران. این مسئله است که ما در پیش داریم. البته مدت زیادی نیست که آغاز به حرکت کردیم، ولی در همین مدت کم دستاوردهایی داشتیم که نشون میده پخش مسائل در تلویزیون ها، رادیو ها، و در حقیقت میتونیم این کار رو ما بکنیم و در این کارم مصمم هستیم. برای اینکه برای ما مسئله معلمان مسئله فقط یک ابزار نیست، بلکه یک هدف، مسئله مبارزه معلمان، برای اینکه یک قشر معین اجتماعی و مهمه و این قشر بیانگر مضافع و مسائل بقیه اخشار جامعه ما هست. معلمان در واقع اون فاکتوری هستن، اون المان و عنصری هستن که در جامعه با همه این اخشار و طبقات ارتباط دارن و در واقع این معلمان میتونن در صورتی که
به خواستاشون برسن، مبارزشون رو روش بدن، تأثیر اجتماعی و سیاسی بسیار عمیقی رو در جامعه خواهند گذاشت. بله، متشکر از توضیحات شما. خانم پروانه قاسمی، سلام دارم به شما. اولین باره که در برنامه رادیو پیام هستین، خوش آمد میگم. امیدوارم که در آینده هم با شما برنامه داشته باشیم. صحبت‌ها رو شنیدین، اگر ملاحظه این روی صحبت‌های آقایان بیژن فدوی و جابر کلیبی دارین، خوشحال می بشنویم. بعد هم گویا اطلاعیه‌ای هست که شما قراره برای ما بخونید که میکروفون در اختیار شما میذاریم. بفرمایید. مرسی، خیلی ممنون. سلام میکنم به شما و تمام بینندگانی که صدای ما رو میشنون. فکر میکنم به حد کافی بیژن و جابر در رابطه با مسائلی که بود صحبت کردن. من اگه اجازه بدین برم سر مسئله اطلاعیهی که داریم و کانون در واقع اطلاعیه دوم ما هست که اولین بار الان در برنامه شما اونو بخونم براتون. اطلاعیه شماره 2 کانون معلمان در تبعید، نگاهی به جنبش اخیر معلمان ایران. جنبش اخیر معلمان که در اغلب شهرهای ایران گسترش چشمگیری یافت، در روند بغرنج و نیز همه جانبه خود حاوی عناصر و پدیده‌های تازه است که می‌تواند برای دیگر جنبش‌های اجتماعی نیز حائز اهمیت ویژه‌ای باشد. شاید بتوان از دوران جدیدی در مبارزات معلمان سخن گفت که بدون تردید تأثیر مهمی بر دیگر جنبش‌های اجتماعی خواهد گذاشت. از این رو تحلیل و ارزیابی از شکل و محتوای این جنبش برای رشد و تکامل آن اهمیت اساسی دارد. کانون معلمان در تبعید که هدف خود را دفاع از خواستهای معلمان ایران تعیین کرده است، می‌کوشد که به سهم خود به دستاوردها، کمبودها و راهکارهای این جنبش برخورد کرده، تجربیات آن را برای ادامه مبارزه جمع‌بندی نماید. اولین و بارزترین تناقضی که در جنبش اخیر معلمان رخ نمود، عنوان تجمع سکوت است که توسط مسئولان رسمی کانون صنفی معلمان ایران برای تظاهرات اخیر معلمان انتخاب شده بود. این تناقض میان شکل و محتوا محصول جو پلیسی و سرکوب دامنه‌داری که توسط جمهوری اسلامی 37 سال است بر توده‌های زحمتکش در همه زمینه‌های زندگی تحمیل می‌شود. با این همه معلمان مبارز و توده‌های زحمتکش هیچگاه به این شیوه سرکوب رژیم تمکین نکرده، از هر فرصتی برای شکستن سکوت استفاده کرده اند. تازه ترین نمونه را در تجمع اخیر معلمان در مشهد مشاهده می کنیم که 7000 معلم با فریاد وزیر بی‌لیاقت استعفا استعفا، معلم زندانی آزاد باید گردد و اتحاد اتحاد سکوت را شکستند. همین روند در سایر شهرهای ایران توسط معلمان مبارز ادامه یافته است. این نشان می دهد که در جنبش واقعی معلمان چارچوب‌های تحمیلی رژیم بر فعالیت‌های خود را نمی‌پذیرند و در عمل از آن فراتر می‌روند. بازداشت و تحت فشار قرار دادن مسئولان کانون و به زندان کشیدن فعالان آن که منجر به استعفای اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران تهران شد، نیز نتوانست آنها را به انفعال، پراکندگی و سکوت بکشاند. نه تنها این، بلکه یورش رژیم به فعالان و مسئولان کانونها توده‌های معلمان را وسیع‌تر به میدان کشاند و مضمون خواست‌ها را رادیکال‌تر نمود. این نمونه گویایی از این واقعیت است که ترور و خفقان رژیم اسلامی
دیگر تأثیر خود را در تضعیف جنبش ها از دست داده است. مرزبندی جنبش معلمان با جناح بندی های رژیم و تأکید بر استقلال آن به این معناست که معلمان ایران نسبت به همه جناح های رژیم بی اعتماد می باشند. اگر به این موزه کارگران و سایر اقشار اجتماعی را نسبت به حاکمیت اسلامی بیفتاییم، آن وقت خواهیم دید که رژیم اسلامی تا چه حد در جامعه منفرد و در نتیجه شکننده است. فراموش نکنیم که این همه در شرایطی است که رفسنجانی، خامنه‌ای و روحانی مزورانه کوشیدند تا با دادن قول و قرارها معلمان را ساکت کنند. رد پیشنهاد مدیر کل آموزش پرورش مشهد مبنی بر مذاکره با مسئولان کانون صنفی معلمان و جلوگیری از نصب پوستر ما معلمان نیازی به حمایت رسانه‌های بیگانه برای دفاع از خود نداریم، توسط معلمان در مشهد نیز نمونه دیگری از هوشیاری و درایت معلمان مبارز است. شرکت وسیع و چشمگیر معلمان زن و نقش فعال آنها در رادیکالیزه کردن جنبش معلمان نشان دیگری از آگاهی و تحرک زنان و تأثیر آنها بر جنبش های اجتماعی است. جنبش مترقی زنان یکی از پایه‌های اساسی تحول جامعه و دینامیسم تغییرات بنیادی است. آنچه که به روشنی در جنبش اخیر معلمان برجسته بود، آگاهی این جنبش به موقعیت اجتماعی و سیاسی معلمان در جامعه خفقان زده ایران است. آنها به درستی از همه امکانات استفاده کردند تا خود را به عنوان یک جریان اجتماعی روشیابنده اعلام کنند. در یک کلام، جنبش اخیر معلمان از محدوده صنف معلمان گذشته و دوران نوینی در مبارزات اجتماعی برای آزادی و رفاه اجتماعی گشوده است. بنابراین دیر نیست آن روزی که ما شاهد وحدت رزمنده کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان و غیره علیه رژیم برای ایجاد ایرانی دموکراتیک، مرفه و مترقی که در آن زحمتکشان از حیثیت و اعتبار انسانی و اجتماعی برخوردار گردند باشیم. جنبش اخیر معلمان در این حال کمبود و ضرورت اتحاد با کارگران و سایر اقشار اجتماعی را به نحو بارزی نشان داد. در واقع پیروزی هر مبارزه اجتماعی منوط به چگونگی بسیج دیگر اقشار و طبقات اجتماعی است. این نقصان البته ویژه جنبش معلمان نیست و شامل همه جنبش های اجتماعی می شود، زیرا ترور، خفقان حاکم بر جامعه به طور هدفمند مانع از آن می شود. جنبش اخیر معلمان علی‌رغم کوشش رژیم در سرکوب و ناموفق کردن آن، جای خود را در میان توده های زحمتکش ایران و افکار عمومی مترقی جهان گشوده است و به خوبی می تواند در مقابل توطئه ها و سرکوب های رژیم روی حمایت و پشتیبانی های نیروهای مترقی ایرانی و جهان حساب کند. پیروز باد جنبش حق طلبانی معلمان ایران، گسترده تر باد اتحاد معلمان، کارگران، پرستاران و دانشجویان، قانون معلمان در تبعید 20 اردیبهشت 1394 دهم ماه می 2015. بله، سپاسگزار از شما خانم قاسمی و همچنین از آقایان بیژن فتحی و جابر کلیبی. قطعا رادیو پیام هم حمایت کامل خودش رو از فعالیت شما داره و هر زمانی احتیاجی باشه و لازم باشه ما حتما در خدمت خواهیم بود. اگر در پایان صحبتی دارین در خدمتیم، وگرنه دست همه شما رو به گرمی میفشاریم و آرزوی موفقیت براتون داریم.
با تشکر از شما، مرسی از اینکه ما رو دعوت کردین در این برنامه. باز برابان موفق باشید. خیلی ممنون. با درود، رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 10 صبح به وقت هالیفکس، 5 بعد از ظهر تهران، روزهای یک شنبه به مدت 2 ساعت به صورت زنده اجرا و پخش میشه. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما radiopayam.ca مراجعه کنید. To CKDU 88.1 FM every Sunday at 10 a.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca.